آیا شما میدونید که خود این که دارید دعا میکنید در حقیقت استجابت دعاست؟ عجب. خیلی حرف قشنگی است، از بله کلمات زیبای امیر عارفان عالم حضرت علی ابن ابی طالب سلام بله. الله علیه که میفرماید صرف دعا کردن، مسئلت نمودن از درگاه خدا راز و نیاز با حضرت حق، به خودی خود مطلوبه و باید از گناهانی که باعث میشه این توفیق از آدم سلب بشه یا دعای ما رو بی اثر بکنه چیکار کنم؟ پرهیز بکنم. یعنی شما میایید با خدا ارتباطتون رو برقرار میکنید از طریق دعا. من وقتی که اون لذت رو میخوام ببرم، نباید فکر کنم که خب حالا من خونه میخوام، فرش میخوام، زندگی میخوام، پول میخوام. اینقدر اینها برای یک انسان فهیم و یک انسان معتقد بی ارزش میشه، مثل کسی که روی قله قرار گرفته و حالا داره اون بالا این پایین رو نگاه میکند. تمام اون زیر دست ها برای چیه؟ بی ارزشه. حالا فرض میکنیم ما گفتیم خدای تمام دنیا رو هم به ما بده و خدا هم داد، بعدش چی؟ در خلال ما آیات قرآن مجید ما این نکته ها رو میبینیم که مثلا حضرت سلیمان علی نبینا و علیه و علیه السلام از خدا میخواد که خدایا به من یک ملکی بده که به دیگران نداده باشی. سوال برای ما پیش میاد که آیا حضرت سلیمان نیاز به حکومت و قدرت و ملک داشتن؟ دقت کنید دکترا میفرمایند در ذیل این آیه که حضرت سلیمان این مسئله را مطرح کردند برای اینکه به وسیله اون قدرت و حکومت بتونن مردم را به خدا متوجه کنن. یعنی مسئله ای نبود که من میخوام حکومت کنم و قدرت دستم بیاد و برم روی تخت پادشاهی بشینم. لذت واقعی حضرت سلیمان در چیه؟ در اینه که اون رابطه رو با خدا دارد. عرضه می‌دارد که خدای یه قدرت و حکومتی به من بده که من به وسیله اون قدرت و حکومت بتونم دنیا رو تحت تأثیر قرار بدم و مردم رو متوجه تو بکنم. حالا اگر با این دید ما به مسئله دعا نگاه کردیم، وسیله ارتباط با خدا بودنش سر جای خود، لذت مناجاتش سر جای خودش.